درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید تحلیلی جالب از مسطح شدن سفارت جاعشق در دمشق که خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی رو بد تحقیر کرد این رسوایی آشیه که مله ها خودشون پختن و افسران ارشد سپاه توسط اسرائیل رژیم رو تحقیر کرده خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی زیاد لاف میزنن در مورد قدرت نظامی ادعاییشون و اینکه آمریکا و همه دنیای غرب ازشون میترسن ولی حالا مردم ایران فهمیدن که جایش یه قول کاغذیه خامنه ای حالا جلوی چشم مردم ایران یه شیرپاکتی بیشتر نیست خفت دمشق لحاظ سیاست داخلی برای جایش در زمان بدی اتفاق افتاد مردم ناراضیان از هر سه نفر دو نفر فقیرن اونم در کشوری با منابع عظیم گاز و نفت مردم میخوان که ثروت کشورشون به جای اینکه بره برای غزه و حماس و غیره خرج خودشون بشه الان مردم ولی متوجه شدن که جمهوری اسلامی علی رغم های هنگفتی که برای نیروهاش در منطقه خرج میکنه نمیتونه حتی از ترین مقاماتش در یک کشور دوست مثل سوریه محافظت کنه اوضای جاعش اللحاظ سیاست خارجی آبر ریزی تره و نیروهای وابسته به رژیم و نیابتی هاش هر روز دارن در حملات اسرائیل و آمریکا تلفات میدن این نیروها جایش رو تحت فشار گذاشتن و انتظار دارن که بالاخره یک بار هم که شده جواب این حملات رو بده ولی جمهوری اسلامی توان جنگ رو نداره در همین رابطه یه توییت زیبا از شایان خوندم در مورد اینکه جمهوری اسلامی چقدر قدرت داره او نوشته بن سلمان میگه جمهوری اسلامی حتی جز پنج ارتش قدرتمند اسلامی هم نیست درآمد و ثروت اونا قابل مقایسه با عربستان نیست رژیم آنها در داخل مشروعیت نداره و آنها اصلا عددی نیستن بن سلمان درست میگه تمام اعداد و ارقام حرف او رو تایید میکنه اما اعتماد به نفس و گندگویی این نظام باید ببینیم از کجا نشأت میگیره اینا از کدام اقتدار حرف میزنن واقعیت اینه که رژیم جمهوری اسلامی در ابتدای یک فرقه بسیار مقتدر بوده و هر آنچه از اقتدارش میگه در واقع تعریف خاطراتشه نه شرح روزگارش آنها یک شبه بر قدرتمندترین ارتش غیر اتمی جهان و قدرتمندترین اقتصاد خاورمیانه و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان مسلط شدند اما کار به همینجا ختم نمیشه دوستان جمهوری اسلامی چون خودش سالها اپوزیسیون برانداز بوده همان اول کار تمام کانال های سقوط خودش که قبلا استفاده کرده بود رو میبنده سران ارتش رو میکشه دانشگاه رو تعطیل میکنه بازار تهران رو تحت کنترل خودش در میاره تأسیسات نفتی رو با نیروهای خودش پر میکنه و کمترین کسی که مخالفت کنه رو میکشه انواع نیروهای سرکوب مردم رو تشکیل میده در مقام مقایسه حکومت شاه ایران تا پاییز 58 فاقد هر گونه تجهیزات سرکوب حتی گاز اشکاور بود چون حکومت پهلوی تجربه اشغال خارجی داشت و خطر رو در اون طرف مرزها میدید و طبیعتا فرقه جمهوری اسلامی چون از طریق براندازی به قدرت رسیده بود درک کاملی از خطر داخلی داشت به ویژه که استفاده از ستون پنجم شوروی و ماموران امای سینکس این تبهکاران رو در کار خودش به اوج کمال رسون بلافاصله با آغاز جنگ عراق جمهوری اسلامی با تهدیدی واقعی روبرو شد که آمادگی کاملی برای اون نداشت جمهوری اسلامی به لطف تجهیزات ارتش شاهنشاهی و حمایت کامل ملت ایران مقابل عراق استاد اما باز نیروهای امنیتی رژیم راه حل بهتری پیدا کردن که البته تا حد زیادی تصادفی بود جمهوری اسلامی اگرچه همیشه از نظر دیپلماتیک ضعیف بوده و هنوزم هست به خاطر ذات بربر خودش هیچ وقت امکان گفتمان نداشته اما به دلیل شرایط ویژه جهان و جنگ سرد بحران گروگانگیری و کمربند سبز و غیره همیشه فرستاده ها و دلالان غربی و شرقی رو دور خودش در حال موس, موس کردن و قربان صدقه رفتن میبینه. رژیم جمهوری اسلامی چون یک حکومت خراجگذار و امتیازده بود خیلی راحت یاد گرفت که با نزدیکی و شراکت منافع با مراکز قدرت جهانی میتونه هر نوع سلاح یا حمایت سیاسی رو با قیمتی خیلی کمتر به دست بیاره و از آنجایی که با عقده حقارت متولد شد حاضر بود برای هر نمایش قدرتی هر هزینه ای رو بپردازه. جمهوری اسلامی تمام مخالفانش رو در خارج ترور کرد. رستوران ها رو به رگبار بست و بمبگذاری وحشتناک کرد. این داستان واقعی اقتدار جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی سالهای بعد از جنگ با ترکیب فریبکاری و سرکوب کنترل داخلی رو در دست داشت و از طریق امتیازدهی خارجی بقای خودش رو تضمین کرده بود. چنین نسخه ای هنوز در کشور دیگری در خاورمیانه حتی با فاصله وجود نداره دوستان لذا ادعای اقتدار برای نظام جمهوری اسلامی اگرچه بار معنایی درستی نداره اما لاف نیست چون به معنای واقعی جمهوری اسلامی جزیره صبات فساد و تبهکاری در این منطقه بوده و این تا آمدن ترامپ ادامه داره. اما خوشبختانه خامنه ای در سالهای اخیر مرتکب سه اشتباه بزرگ میشه اول اینکه وارد جنگ سوریه میشه و شجاعترین و وفادارترین نیروهاش رو به کشتن میده جمهوری اسلامی در سوریه حدود 100 هزار سرباز ایرانی و مزدور رو کشته و معلول و از دست میده یگان پر افتخار نوهد ارتش در سوریه مورد آنالیز اسرائیل و روسیه و غیره قرار میگیره و آنجا سلاخی میشن و با ذلت مجبور به ترک سوریه میشن دوم قمار بی حاصل اتمی جمهوری اسلامیه. پس از صرف بیلیون ها دلار جمهوری اسلامی نتونسته حتی یک لامپ محتابی با انرژی هسته روشن کنه ضربات و هزینه که به رژیم وارد شد جبران ناپذیره مطمئنم اگر به دو دهه پیش برگردیم خود خامنه ای هم دنبال هسته ای نمیره سوم سوزاندن فرصت طلایی 88 که خامنه ای این فرصت رو داشت که سال 88 با گرفتن سمت مردم و میر حسین و کوبیدن مموتی خودش رو به عنوان رهبر عادل و ملی معرفی کنه و جمهوری اسلامی رو لااقل برای نیم قرن آینده گارانتی کنه اما سرکوب خامنه ای منجر به تشکیل اولین جبهه فکری براندازی و آگاهی بین مردم شد اگرچه اولین موج نوع ملیگرایی ایرانیان بعد از انقلاب در سال تولد اصلاحات و با زدن گل خداداد عزیزی به استرالیا شکل گرفت و به واقع پشت نظام رو لرزان اما اولین انشقاق جدی و عمومی ملیگرایی از جمهوری اسلامی از همان سال 88 به وجود آمد نسلی که در کوی دانشگاه فریب اصلاحات رو خورده بود و اینجا به وضوح دید که در روزی که میلیونها ایرانی خیابان های اطراف بیت رو محاصره کرده بودند چطور توسط اصلاح طلبان به خانه فرستاده با آن نیروی عظیم خونسا شد اون نسل دهه پنجه و شستی نسل شیک پاسارگادی رو به وجود آورد که به شدت ملیگرا و به شدت دینگوریز بود جمهوری اسلامی افسانه شکست که به ذهن نسل های قبل تحمیل کرده بود رو نتونست به خورد نسل جوان و جدید بده ماها با جمهوری اسلامی ناسازگار رو در جنگ باقی خواهیم موند تا اینجای کار جمهوری اسلامی تجهیزات ارتش شانشایی رو از دست داده علم و تکنولوژی مورد ادعاش در صنایع نظامی قابلیت راستی آزمایی نداره ثروتش رو به علت از دست رفتن بخش زیادی از ارزش نفت به عنوان کالای استراتژیک و به ویژه فساد و اخلاق داخلی از دست داده پشتیبانی نسل آینده رو به طور کامل و دو نسل قبلی رو تا حد زیادی از دست داده اما همچنان سال هاست که ادعا میکنه مقتدره ادعای اقتدار و ترسناک بودن از غذا برای کارخانه های اسلحه سازی نان بسیار خوبی داره سالهاست مقصد ده درصد جنگ افزارهای آمریکایی خاورمیانه است دوستان فقط در یک مورد بن سلمان 110 میلیارد از ترام اسلحه خرید و قرار بود تا 450 میلیارد هم برسه مقایسه کنید لطفا با گدایی و التماس رژیم ایران برای فروش 6 میلیارد نفت اما جالب انبارهای عربستان هم چند برابر میزانی که احتیاج داره پر شد یعنی گندگویی های جمهوری اسلامی در پایان قصه موجب تراشیده شدن چند شاخ برای خودش شد اما جمهوری اسلامی حتی در چنین شرایطی میره و ملبانان آمریکایی رو اسیر میکنه یعنی جمهوری اسلامی بدون سلاح بدون نفر بدون مشروعیت همچنان پشتگرمی لازم رو داره حالا یه سوال میلیون دلاری میپرسم و لطفا جواب بدید جمهوری اسلامی در دوران ترامپ همچنان قلدری میکرد حتی کشتی انگلیس رو تصرف کرد و هر روز میگفت حیفا و تلاویو رو میزنیم و با خاک یکسان میکنیم خامنه ای با آرامش میگفت که جنگ نمیشه و مذاکره هم نمیکنیم در داخل اینترنت و موبایل رو قطع و جوانان رو کش و حتی پول گلوله رو هم از خانواده های داغدار گرفت اما در ماه های گذشته به وضوح ترس و عصبانیت در کلام و چهره خامنه ای داره. همچنین اصلا صحبتی از حمله و نابودی اسرائیل نمی کنه که هیچ حتی گفته ما اصلا دنبال نابودی اسرائیل نمیریم شما فکر می کنید پشتوانه خامنه ای و جاعش چه چیزی بوده که الان نیست به نظرم پاسخ روشنه گلوبالیستها هستن و پوتین در دوره قبلی ترام، نیروهای گلوبالیست که منافع زیادی از برجام هم داشتند، تمام قد پشت رژیم ایران و مقابل ترام ایستادند. شما به یاد دارید که اون زمان تمام های فارسی ضد ترامپ و متحد جمهوری اسلامی بودند، کسایی که از سپاه و حاج قاسم متنفر بودند، بعد از کتلت شدن لباس سپاه پوشیدند. اما خبر خوب اینه که گلوبالیسم در حال نابودیه پوتین هم اینا رو رها کرد و اون مراکز قدرت دیگه حامی جمهوری اسلامی نیستن. دست قیبی که کمک جمهوری اسلامی اومد دیگه نیست. از این رو جمهوری اسلامی که همواره در تمام طول عمر خودش از این ستون به اون ستون دنبال فرج بوده الان هم منتظر حمایت دشمنان ترامپه. اونا اول سعی کردن با ترساندن دموکراتها از معامله با ترامپ و همچنین همکاری با پوتین آب و نان و تضمین بگیرن اما شطرنج قهار جهان این ابلهان را اصلا به بازی راه نمیدن افسانه اقتدار جمهوری اسلامی مدت هاست فرو ریخته اینا چاره جز سرگرم کردن ملت به هجاب و دلار و روزه ندارن دیر و بعید نیست که در یک رویارویی مستقیم محدود یا گسترده به همه ثابت بشه که جمهوری اسلامی فقط یک بادکنک بود که وقت ترکیدن آن جلوی جمع رسیده شنیدم علاوه بر عربستان در ترکیه هم به ریش اینا خندیدن اوضاع این دلغک ها خرابه چون دروغ تا یک جایی جواب میده بعد از آن امپراتوری دروغ فرو خواهد پاشید از این رو عده ای از داخل خود رژیم به نوعی لهله میزنن که زودتر از بقیه رزاشای دوم رو به ایران برگردونن اونا از تشت رسوایی خودشون میترسن فعلا دعوا سر کارت پهلویه و اینکه چه کسی زودتر از ترام اون رو بازی میکنه جان کلام اینکه فراموش نکنید تنها نیرویی که همه این معادلات رو به این سمت هل داد ما ملت ایرانیم و تأثیر گذارترین نیرو بر این معادله یا با ترام یا بدون ترام ما هستیم این کابوس تمام خواهد شد اما روش کار ممکنه متفاوت باشه دوستان اما مقصد و نتیجه همه راه های یکیست شاه ایران به ایران باز خواهد گشت پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.